درود بر شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون های آیدیا این اندیشکده جهانی. من سیروس کنگرلو هستم و خوش آمدید به یک برنامه دیگر از سلسله برنامه های گفتار نوین. امروز پنجشنبه 18 فروردین 2580 شاهنشاهی است، برابر با 7 آوریل 2022 میلادی، مصادف با سالروز کشته شدن امیر عباس هویدا است که از هفته بهمن 1343 تا 15 مرداد 1356 نزدیک به 13 سال نخست وزیر ایران بود. و نظر طول مدت صدارت در تاریخ ایران بعد از مشروطیت منحصر به فرد است. ایشون همچنین تنها نخست وزیر در تاریخ معاصر ایران بود که اعدام شد. اما ببینیم که امیرعباس هویدا واقعا که بود. صحبت ها زیاد است و مسائل دگرگونه‌ای که به اون نسبت دادند زیاد است، یعنی به عمد در فضای مجازی هم قرار دادن تا آنجا که توانستند. هویدا در سال 1297 خورشیدی در تهران متولد شد. او فرزند حبیب الله عین الملک سفیر ایران در لبنان بود و به همین دلیل کودکی و نوجوانیش رو در کشور لبنان سپری کرد. هویدا بعد از تحصیل در مدرسه فرانسوی بیروت برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و بعد از دریافت مدرک در رشته علوم سیاسی از دانشگاه بروکسل به ایران برگشت. چند ماه از برگشتن به ایران ایشون نگذشته بود که ایشون وارد دانشکده افسری شد و 8 ماه بعد در سال 1322 درخواستش برای کار در وزارت امور خارجه پذیرفته شد. هویدا در مرداد 1324 به عنوان وابسته سفارت راهی فرانسه و مدتی بعد آلمان شد و در سال 1329 به ایران برگشت و در دوره وزارت عبدالله انتظام به سمت منشی وزیر خارجه منصوب شد. چند ماه بعد به خدمت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درآمد و 5 سال را در این سازمان کار کرد، تا اینکه در سال 1335 در سفارت ایران در ترکیه مشغول به کار شد و در نهایت مدتی بعد از انتصاب سرلشکر حسن ارفع به سفارت ایران در ترکیه به تهران منتقل شد. بعد از انتقال به تهران هم در شرکت ملی نفت مشغول به کار شد و مراتب ترقی رو به سرعت طی کرد و در سال 1337 عضو هیئت مدیره این شرکت شد. هویدا همچنین در سال 1342 عنوان وزیر دارایی رو به دست آورد و بعد از اینکه نخست وزیر حسن علی منصور توسط فدایان اسلام ترور شد، هویدا از طرف شاه فقید مسئول تشکیل کابینه رو به عهده گرفت و به نخست وزیر رسید. ایشون نزدیک به 13 سال در این جایگاه باقی موند تا اینکه در سال 1356 از سمت خودش برکنار و به وزارت دربار منصوب شد که در اون زمان خدمات ارزنده‌ای رو به میهن ارائه کرد. اما بعد از شورش 57 هویدا به دست شورشیان و مذهبیان افتاد و در دادگاه‌های اسلامی محاکمه شد و اتهامات او مفسد فی الارض و محاربه با خدا بود و توسط صادق خلخالی به اعدام محکوم شد. اما پیش از اجرای حکم در زمان تنفس دادگاه توسط یک آخوند، یعنی هادی غفاری، این صحبتی که در اون موقع میگوین نمیدونستن که کی است، ولی بالاخره معلوم شد که صادق خلخالی این کار کرد. حتی نامه‌ای که 2 ساعت قبل از اعدام یا کشتن او به دست خلخالی دادن که او باید عفو بشه، ولی او چند ساعت قبل او رو به ضرب گلوله کشته بود، آقای صادق خلخالی. و پیکر امیرعباس هویدا 3 ماه در سردخانه نگهداری و بعد از آن هم به صورت گمنام به خاک سپرده شد. و اینجا یادآور میشم عکسی در فضای مجازی هست که جسد هویدا رو آوردن بیرون، دارن نگاه میکنن. آقای شریعت مداری، همین آقای شریعت مداری انقلابی الان که شورای گذار رو درست کرده، با نگاهی به جسد
هویدا یک خنده ای داره میکنه و به یک خارجی داره یه سری توضیحاتی میده. همیشون پدر ایشون حبیب الله معلم فرزندان سردار اسعد بختیاری بود و احمد شاه مطابق پیشنهاد سردار اسعد به او لقب عین الملک رو داد. زمانی که در عهد رضا شاه کبیر داشتن نام خانوادگی اجباری شد، عین الملک نام خانوادگی هویدا رو برای خودش انتخاب کرد. مادر امیرعباس هویدا هم افسرالملوک سرداری بود. همینطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، تا زمان تولد هویدا پدرش به یک دیپلمات میان رده در وزارت امور خارجه ایران تبدیل شده بود و هویدا فقط 2 سال داشت که پدرش به دمشق منتقل شد. در نتیجه امیرعباس مدت زیادی از کودکی خودش رو در خارج از کشور و در دمشق، بیروت، پاریس، لندن و بروکسل سپری کرد که تأثیر زیادی بر شخصیت او گذاشت. جالب است بدونید که هویدا در خاطرات جوانی خودش درباره این دوره می نویسه که باعث شد تصمیم بگیرد که دیگر هرگز ایران را ترک نکنه و رنج غربت را به جان نخره و واقعا هم تا آخر لحظه در کشور ماند. سپری کردن سالهای کودکی و نوجوانی در خارج از ایران همچنین باعث شد که هویدا زبان فرانسه رو مثل زبان مادری صحبت کنه و در نتیجه هرچند مادرش تاکید زیادی به آموزش پرورش به زبان فرزندان خودش داشت، اما هویدا بسیار مسلط به زبان فرانسوی حرف می‌زد. او عربی رو هم در همین زمان یاد گرفت. زمانی که فریدون، برادر کوچک هویدا و فرزند دوم خانواده، متولد شد، امیرعباس 4 ساله بود که هر دو کودک نزدیکی زیادی با مادرشون داشتند، چون پدرشون اغلب در سفر بود و در نتیجه وظیفه تربیت فرزندان به افسارالملوک واگذار شده بود که زنی فرهیخته بود و هویدا این رابطه نزدیک رو تا زمان مرگ مادرش هم حفظ کرد، در حالی که او پدرش رو در 17 سالگی دست داده بود. هویدا زمانی که در مدرسه فرانسوی بیروت مشغول تحصیل بود، زمان زیادی رو صرف مطالعه آثار ادبی کلاسیک فرانسه کرد و مدتی رو هم در لندن سپری کرد و در این زمان انگلیسی رو هم یاد گرفت و راهی بروکسل شد. امیرعباس هویدا در 1321 به تهران برگشت که ایران در این زمان در اشغال نیروهای شوروی و بریتانیا بود. جالبه که آدم رو یاد دوران اخیر میده، بعد از گذشتن این همه سال هنوز ما در همون گردونه مشکلات عدیده هنوز گرفتاریم. بنابراین به عنوان افسر وظیفه وارد ارتش شد و هویدا با نسل جدید نویسندگان و فلاسفه فرانسوی هم آشنایی داشت و همین باعث شد به معروفترین محافل روشنفکری تهران وارد بشه که این موضوع زمینه ساز آشنایی او با صادق هدایت و صادق چوبک شد و هویدا و هدایت تا زمان خودکشی صادق هدایت دوستان نزدیک هم دیگه بودن، اما همچنین تا پایان عمر خودش به صورت جسته گریخته با چوبک در مکاتبه بود. در خرداد 1324 واقعه سفارت پاریس اتفاق افتاد. موضوع این بود که طی جنگ جهانی دوم بسیاری از فرانسویان دارایی‌های خودشون رو به سوئیس منتقل کرده بودند و در پایان جنگ قصد داشتن اونها رو به فرانسه برگردوند، اما نیاز بود تعرفه گمرکی پرداخت کنند. گروهی از افراد شامل دیپلمات‌ها از این تعرفه معاف بودند. در نتیجه بعضی از آنها از کشورهای مختلف حاضر شدند دارایی‌ها رو به صورت قاچاق وارد کشورشون بکنند، که یک روزنامه چپگرای فرانسوی نام هویدا رو در بین افراد ذکر و نشریه خواندنی‌ها در ایران هم اون رو تکرار کرد. با این حال هرچند اسناد وزارت خارجه فرانسه تردیدی باقی نمیگذارد که هویدا بیگناه بود و آن روزنامه فرانسوی هم هر دوبار حرفش رو پس گرفت، این اتفاق بر زندگی سیاسی هویدا سایه انداخت تا جایی که یکی از اتهاماتی که در دادگاه اسلامی به اون وارد میکردن این رو اصلا تبدیل کردن به چیز دیگه، گفتن قاچاق هروئین در فرانسه میکرده، یه همچین انسان فرهیخته‌ای. هویدا در پاریس با عبدالله انتظام هم آشنا شد و زمانی که انتظام به ریاست دفتر کنسولی ایران در اشتوتگارت آلمان
انتخاب شد او ترتیبی داد که هویدا هم به اون کشور منتقل بشه. اما هویدا بعد از 3 سال خدمت در اشتوتگارت به ایران برگشت که این زمان دقیقا مصادف بود با نخست وزیری محمد مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت. این رو هم باید توجه داشته باشیم که وزیر خارجه مصدق در زمان امور در زمان وزارت خارجه یعنی باقر کاظمی بسیاری از پرسنل وزارت رو اخراج کرده بودند و یکی از معروفترین متهم کنندگان اعضای سفارت ایران در پاریس بود و ایشون احتمالاً اگر هویدا در ایران میموند توسط کاظمی از وزارت خارجه اخراج میشد. در نتیجه هویدا به این دلیل و همچنین به خاطر بیماری مادرش ایران را ترک کرد و به خدمت سازمان ملل متحد درآمد که در همین اوضاع خروج از ایران در این زمان به هویدا این امکان رو داد که مجبور نشه در منازعات سیاسی عهد مصدق درگیر بازی‌های جناحی بشه. برجت هویدا در ژنو مستقر شد. استخدام در سازمان ملل به او این امکان رو داده بود که به عنوان کارمند اون نهاد به کشورهای مختلفی به خصوص در افریقا، آسیا و امریکای لاتین سفر کنه که هویدا در این سالها به طور دائمی با منصور دیدار می‌کرد. منصور هم در سال 1335 در سفارت ایران در واتیکان مشغول به کار شده بود و طی مستمر به هویدا اصرار می‌کرد که به ایران برگرده و در وزارت امور خارجه مشغول به کار بشه. نهایتاً هویدا پذیرفت و به عنوان اولین مأموریت در شغل جدید رو ایشون به سفارت ایران در ترکیه منتقل کردند، جایی که علی منصور پدر حسن علی منصور سفیر بود. به هر جهت طولی نکشید که سفارت علی منصور به اتمام رسید و هویدا از آذر تا ده 1336 کاردار موقت بود. سفیر جدید هم سرشکر حسن عرفا فردی نظامی بود و در سفارت هم نظامی برخورد میکرد. بنابراین هویدا تجربه دلچسبی در سفارتخانه نداشت و زمانی که عبدالله انتظام و فؤاد روحانی به او پیشنهاد شغلی در شرکت ملی نفت ایران رو دادن از کارش در آنکارا استعفا کرد و به تهران برگشت. غافل از اینکه حضور غیرمنتظره هویدا در مراتب بالای شرکت نفت باعث بروز مخالفت‌های از جانب کارمندان شرکت شد. اما مدت زیادی نگذشت که ایشون تونست خودش رو به عنوان مدیری لایق ثابت کنه و همچنین نشریه‌ای رو به نام کاوش تأسیس کرد که در اون مقالاتی از روشنفکران مطرح زمان رو به چاپ می‌رسوند و خود او هم در کاوش می‌نوشت که مقالاتی از روشنفکران مطرح زمان رو به چاپ می‌رسوند و همچنین مقالات خود هویدا در این نشریه درباره موضوعات مختلفی بودند که بعدها به زندگی سیاسیش شکل دادن. ایشون اصرار داشت که ایران رو باید بسیار پیشرفته، باید ایران پیشرفته باشه و متخصصانی تربیت بشن که جای غربی‌ها رو در ایران بگیرن. البته تا این زمان منصور هم به تهران برگشته بود، بنابراین هویدا و منصور به کمک یکدیگه کانون مترقی رو تأسیس کردند و هویدا در یادداشتی برای نخستین گردهمایی‌های کانون گفت که آنان که باید با شاه ایران وارد همکاری شوند که بر اساس آن زیر پرچم محمد رضا شاه پهلوی ایران به هدف مد نظری که همان تبدیل شدن به کشوری مدرن بود دست پیدا کنه. از طرفی در اون سالهای آغازین دهه 1960 رهبران امریکا به خصوص دولت آیزنهاور بسیار علاقمند به ورود نسل جدیدی از سیاستمداران به صحنه سیاست ایران بود و از اون استقبال می‌کردند. سیاستمدارانی که با شرایط جهانی روز سازگارتر بودند، سایه گذشته بر آنها سنگینی نمی‌کرد و بر حفظ ایران به عنوان همپیمان غرب تاکید داشتند که
هویدا و گروهش دقیقا از همین دسته بودند. حتی رئیس هیئت سازمان سیا در تهران در گزارشی کانون مترقی را جایگزینی برای جبهه ملی دونسته بود، تا اینکه در پاییز 1342 محمد رضا شاه فقید کانون مترقی را تأیید کرد و اونها را در آذر ماه نام خودشون را به حزب ایران نوین تغییر دادند. و چند روز مانده به نوروز 1343 اسدالله علم از نخست وزیری استعفا داد و حسن علی منصور مأمور تشکیل کابینه جدید شد که او آقای هویدا رو وزیر دارایی دولت خودش کرد. در این راه هویدا تکنوکرات های جوان و متعهدی رو با خودش به اون وزارتخونه برد و در همین زمان بود که برای اولین بار به طور خصوصی با محمد رضا شاه پهلوی دیدار کرد و شاه در همون دیدار اول او و میهن پرستیش رو بسیار پسندید. هر دوی اونها به زبان فرانسه و فرهنگ فرانسه علاقمند بودند و از طرف شاه فقید همیشه از حمایت روشنفکران استقبال میکرد. ایشون هویدا رو روشنفکری دید که اشتهای سیری ناپذیری درباره کتابها و تفکرات جدید داره. به علاوه شاه ایران مایل بودن ایران را با سرعتی باور نکردنی به قله های پیشرفت و رفاه برسونن و هویدا میتونست در این مسیر به او یاری برسونه. باز هم مثل دوره کار در شرکت نفت، هویدا در وزارت دارایی هم ساعت‌های طولانی را وقف کار میکرد. جالب است بدون که کامپیوتر در دوره او برای اولین بار در وزارتخانه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین ایشون به چند انحصار خاص به خصوص انحصار بر تجارت قند پایان داد. در کنار همه اینها هویدا پذیرفت که روند تدوین بودجه دولت که تا پیش از این بین وزارتخانه و سازمانهای برنامه بودجه تقسیم شده بود از این به بعد به صورت متمرکز انجام شد. بعد از ترور منصور، یعنی حسن علی منصور، توسط گروه فدایان اسلام، هم هویدا توسط محمد رضا شاه پهلوی به عنوان نخست وزیر ایران منصوب شد و 12 سال و 6 ماه در این پست باقی موند تا اینکه در سال 1344 امیر عباس هویدا که در آن زمان رئیس دولت بود استعفای خودش رو به محمد رضا شاه پهلوی ابلاغ کرد و یک بار دیگر مأمور تشکیل دولت شد. حتما میدونید که تولید اولین خودرو پیکان در ایران در سال 1346 صورت گرفت و هویدا در خرداد همین سال یک دستگاه پیکان برای خودش خریداری کرد، در حالی که در حال حاضر در ایران که توسط آخوندها اشغال شده نه تنها حاکمان جمهوری اسلامی و فرزندانشون از تولیدات ملی استفاده نمی کنند، بلکه از جیب مردم ما لوکس‌ترین و گران قیمت‌ترین خودروهای جهان رو وارد می کنند و استفاده می کنند و فرزندان آنها ژن‌های بد و خوک صفت در خارج از کشور پوز پولهای مردم را به مردم مظلوم ما می دن. هویدا که نخست وزیر وقت ایران بود سفرهای شهریش رو هم با پیکان انجام میداد و به گفته یکی از مجلات اون زمان این کار نخست وزیر باعث دلگرمی تولید کنندگان پیکان شده بود، چون یک مقام مسئول در کشور به جای اینکه سوار خودروهای خارجی بشه از خودروی ایرانی استفاده میکنه. متاسفانه بعد از شورش 57 که انقلابیون یا همان شورشگران به صورت گروهی و بدون دلیل و مدرک دست به اعدامهای بی اساس میزدن، این مرد بزرگ رو هم در این گروه جا گرفت و او را کشتن. شعبانو فرح در جایی میگه وقتی خبر قتل امیرعباس هویدا به دست ما رسید، اعلیحضرت به گوشه‌ای برای گریستن پناه برد و من در غم و اندوه این مسئله فرو رفتم. این توصیف شعبانو فرح پهلوی از بامداد 18 فروردین 1358 به وقت باهاما در قلب اقیانوس اطلس که رادیوی انقلابی تهران بسم الله قاسم الجبارین گویان خبر اعدام هویدا را به سراسر جهان مخابره کرد، در واقع کمتر از 2 ماه از روی کار آمدن مذهبیون در ایران گذشته بود. اعلیحضرت و شهبانو فرح 8 روز بود که با ماهاماس رسیده بودند. مقامات این کشور از خانواده سلطنتی ایران خواسته بودند که به خاطر شرایط ملتهب اون روزها از سیاست صحبت نکنند. همین شد که شاه فقید تا مدت‌ها بعد نتونست واکنشی به قتل نخست وزیر محبوبش نشون بده. در عوض مجله مشهور پری مارچ که در همان
فرانسه چاپ میشد که به خمینی فضای زندگی و شورش داده بود، فردای همان روز در نسخه ویژه تصویری از شاه رو در کنار دریا در جزیره بهشت در یک طرف و تصویر جنازه تیرخورده هویدا نخست وزیر و وزیر دربارش رو در صفحه مقابلش منتشر کرد و تیتر زد که در حالی که یاران قدیم شاه یک به یک در ایران اعدام میشوند، او مشغول خوشگذرانی. پس فطرتی و بیشرفی رو ببینید. همین فرانسه، همین فرانسه که سالهاست با رژیم اشغالی مشغول لاس زدن هست، چه نقش هایی عوض میکنند، چه نقش هایی عوض میکنند، در صورتی که دقیقا اطلاع داشتن که چطور است، دقیقا اطلاع داشتن که محمد رضا شاه ازش تضمین گرفتن در زمانی که در اون جزیره است به هیچ وجه صحبت سیاسی نکنه. و ببینید، برنامه ریزی ها و دروغ پراکنی ها برای نابودی حکومت میهندوست پهلوی و آوردن حکومت جلاد جمهوری اسلامی تا کجا پیش رفته بود؟ شهبانو فرای پهلوی میگه اون روزها ناامیدی و درماندگی چنان خشمی در من برانگیخته بود که به اعلیحضرت پیشنهاد کردم با اجاره یک کشتی به روی آبهای آزاد بریم و پیامی بر محکومیت رژیم و جلادان خونخوارش بفرستیم. با توجه به اینکه با ما این اجازه رو نمیداد که در خاکش بیانیه سیاسی صادر کنیم. تهران هم در اون روز شنبه 18 فروردین 1358 همچنان ملتهب بود از این طرف، و از طرفی صدای تیراندازی زیادی شنیده میشد و بعد از ظهری که امیر عباس هویدا رو به دادگاه انقلاب در زندان قصر آوردن، رعد و برق شدیدی گرفته بود که صادق خلخالی گویی خداوند هم عصبانی از این بی‌عدالتی شده بود. صادق خلخالی حاکم شهر و گماشته خمینی اینطور توصیف می‌کنه: اون روز دستور دادم همه درها رو ببندن، تلفن‌های زندان و دادگاه رو جمع کردم و در یک یخچال گذاشتم و درش رو قفل کردن تا کسی در کارم فضولی نکنه. شاید چون یک بار این فضولی مانع از اعدام امیرعباس هویدا شده بود. البته روایت‌ها درباره اینکه قاتل هویدا کیست متفاوته، ولی بیشتر از همه نام خلخالی هست که در اون روز میگن که دادگاه هویدا رو به پشت حیات خلوت زندان برد و هرچه سعی کردن افرادی نامه‌ای رو به دست ایشون برسونن، ایشون زودتر از اون قضیه با تیری به مغز امیرعباس هویدا به زندگی او خاتمه داد. و پیش از اعلام حکم، که حتی پیش از اعلام حکم رو کشته بودن، یادم از وقتی صدای تیر در یک وقت غیر متناسب اومد، بسیاری میگفتن که دیدن این صحنه که ترسیده بود، و وقتی این صدای تیر رو رفتم ببینم دیدم که آقای خلخالی هست و دستاش هم میلرزه. به هر جهت روایت ابراهیم یزدی این گفته‌ها رو تایید میکنه که میگه هنوز حکم رسمی دادگاه صادر نشده بود که و داشتن او را از دادگاه خارج میکردن که آقای خلخالی با ایشون داشت بیرون میرفت و به اصطلاح به همون پشت حیات خلوت دادگاه میرسون که حکم اعدام رو براش خوندن و دوبار اعدام کردند. بسیار خوب، در اینجا به پایان این برنامه میرسیم و سپاس که تا این لحظه با ما بودید و تا درودی دیگر، بدرود.